ساکنان بوریس و گلبسک با اشتیاق فراوان از ما استقبال کردند. رژه مشترک نیروهای شوروی و آلمان با یگانهای نظامی، همکاری نظامی دو ارتش ما تضمین صلح پایدار در اروپای شرقی و سراسر جهان برای سالیان متمادی است. این امر چشمانداز بزرگی را برای همکاری مثمر ثمر بین مردم ما باز می کند. امضای پیمان عدم تعرض گام بزرگی است. مردم اتحاد جماهیر شوروی از توافقات حاصله در مورد ایجاد روابط دوستانه بین ما استقبال می کنند. همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی برای گفتگو در مورد مسائل مربوط به وقایع لهستان وارد مسکو شد. وزیر خارجه آلمان آقای فون ریبنتروپ و رفیق پوتمکین معاون کمیساریای خلق در امور خارجه، کارمندان کمیساریای خلق در امور خارجه و کل کارکنان سفارت آلمان. و بالاخره رفقا، من میخوام صمیمانه ترین سلام های خودم رو به شما منتقل کنم و به مدیریت این کارخونه و به همه رفقای آلمانی که به ما کمک میکنند جهت ساخت و راه اندازی این تجهیزات فوق العاده. بیشک همکاری ما با آلمان ها یک تاریخ سازی بزرگه. زنده باد همکاری عالی شوروی و متخصصان آلمانی. زنده باد دوستی شوروی و آلمان ها. زنده باد رفیق استالین. اون طرف تو کارگاه دوم ماشین درست رو خب پسرم اینجا نشسته. سلام پسرم. سلام پدر. این الکس پسرمه. سرگیچ. سلام گونتر. عصرتون بخیر. عصرتون بخیر. راحت باشید. خدا نگهدار. چیزی دیگه میخوای بگم بیارم؟ عصرتون بخیر سرگیچ. عصر بخیر. حرف نداشت الکس، حرف نداشت، دیدنی بود. گوش کن سرگی. بله؟ من فکر میکنم که الکس من با کاترین تو خیلی دوست شده باشه. دوست شدن؟ خوب شده باشه. ما هم راحت ماشینالاتو تعمیر میکنم. چه ماشینالاتی؟ من دارم میگم عشق پسر من به دختر تو گویا کاملا جدی و تو میزنی به جاده خاکی. برای کاتیا؟ چی لازمه؟ کاری از دست من برمیاد؟ منظورت از عشق کاملا جدی چیه؟ خیلی ساده است، درست مثل عشقی که من و تو به همسرانمون داریم. بگو که مخالفی. نه، اسکندر تو مرد فوق‌العاده‌ایه، من دوستش دارم. خیلی خب، پس
از همین الان من از شما دعوت میکنم سال آینده تو آلمان کنار من و خانواده‌ام باشید. نه، ما ماشینا رو نه در کارگاه دومی بلکه در اولی قرار میدیم. این جواب حرفای من نبود، انگار هنوز ناراحتی. نه رفیق، فقط اینقدر سرگرم کار بودم که نفهمیدم دخترم کی بزرگ شد. شاید عشق باشه یا شاید هم یه جور حماقت، خواهیم دید. بین‌المللی زبان فارسی از موبیس مدیا انترتینمنت. امیدوارم سفری بدون دغدغه و دردسر پیش رو داشته باشید. آقایان افسران خوش اومدید. ماشین اونجا منتظر شماست. شما برید به کارتون برسید. لطفاً به خاطر داشته باشید که جاده از طریق ایستگاه برقابی دنیپر میگذره. امیدواریم که در این جنگ مثل تمام لطفاً سوار شید. سفر خوبی داشته باشید. به سلامت. از پاریس اومدیم زود باشین، حرکت کنین. زود باشین. بچه‌ها چیه؟ حرکت کن دیگه. مگه نمی‌شنوی حرکت کن؟ گلا. بچه‌ها بسن برو. اون زود باش دیگه. وظیفه اصلی شما سرهنگ هماهنگی تمام واحدهای درگیر در این عملیات هستش. امیدوارم همه آماده باشه. درست میگی جنرال. ماموران شناسایی قبلا خطوط اصلی و علامت گذاری کردن. سنشکنها هم در حال مطالعه و بررسی این سطح هستن. این عالیه. ولی من
فکر میکنم ما مجبور نبودیم چنین حجم بزرگی رو منفجر کنیم. دستور میدین که شام سرو بشه جنرال؟ بعد اول به کارم برسم. روسا در چه حالن جناب سرهنگ؟ متوجه منظورتون نمیشم. ببینم چطور متوجه نمیشی سرهنگ؟ اونا فهمیدن ما چه نقشه ای داریم مگه نه؟ هنوز هیچ اطلاعات موثقی دریافت نشد سرهنگ. امیدوارم متوجه شده باشی این ماموریت چقدر محرمان است و مسئولیت امنیتش بر عهده شماست. جنرال ازتون میخوام به پنجره ها نزدیک نشید. تکتیر اندازو ممکنه همین حوالی باشن. جناب سرهنگ شما که گفتید همه چیزو تحت کنترل دارین. برو کنار آوازی داخل همه تونو میگیم این سرزمین مال ماست منو بکشی یه داستیگه بودم که یادت بمونه تو حتی به درد کارگری هم نمیخوری یه صحبت های بوگندو داخل تونو میارم برو کنار این شرف آخه کسی به تو میریزم زمین آوازی همه این روستا که صحبتن رو باید از بین برن دیگه به تمک آخرایی بگندو الان خود کسی بدون رو میریزم اول صحبت رو میریزم بعد میرم سراغ دختره سوخته دوتی تو واقعا افسر بیلیاقتی هستی منو یادت بمونی راحتشو مثلا نتی منو با تیر زن این چه کاری بود کردی؟ تو به خاطر این روزایی که کثافت به من شلیک کردی؟ این کثافت رو در اختیار من هست. در اختیار تو هست. اما فقط تا زمانی که آفتاب بس. امکان نداره. کاتیا. الکس. سلام. حالت چطوره کاتیا؟ من کنار رودخونم یا با هم بریم من شناگر خوبی نیستم از غرق شدن میترسم باشه باور میکنم اما من خوب شنا میکنم پس مجبوری خیلی منتظر بمونی از اینجا برید بیرون برید من هواتونو دارم بلند شو ممنونم برو دیگه خیلی ازتون ممنونم آقا ممنونم فقط زودتر از اینجا برید نمیذارم برید
حمله شروع شده. گوش به فرمان من باشین. شلیک به نقطه مورد نظر. آتش! آرایش نظامی بگیرید. مراقب باشید. اون چی بود؟ نمیدونم. احتمالاً تصادفی بوده. تصادف؟ من فکر نمی‌کنم. این یه تصادف نبوده. اتفاقاً کار یه تکتیرانداز حرفه‌ای بوده. خب متاسفانه اینجا مسیرمون از هم جدا میشه. من باید برم به پایگاه برای گزارش به مقامات. اگه از جنگل بری مسیر از ازتون ممنونم جنرال. اگه کمک شما نبود مجبور بودیم این 5 مایل رو پیاده طی کنیم. واقعا ازتون ممنونم. بخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینر. اوه خدا، لیودک چطور شما رو برای شناسایی میفرسته؟ جا این که مثل از سم به کوبی آرومتر بود. عمو گوش، من مامور شناسایی نیستم. موضوع چیز دیگه است. اتفاق بدی افتاده. بنال ببینم چی شده. هر روز یه جنجال جدید. خجالت نمیکشید؟ مثلا شما سربازی. عمو گوش جدی میگم، کاتیا 2 روزه که رفته. من و دخترها نگرانیم، اما فرمانده اصلا عین خیالش هم نیست. اولش که نیست. کاتیا قبلا بیشتر از اینا هم گم و گور بوده. نکنه یادت رفته. بله، اگه اتفاقی افتاده بود آلمانیا همین الان از بلنگوهاشون تو سراسر جنگل اینجوری اعلام میکردن جادوگر جنگل دستگیر شد. نگران نباش. خب نظر شما در مورد ماموریت چیه؟ قابل انجامه؟ هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. نه، شما باید هر کاری رو به بهترین شکل ممکن انجام بدین، چون اگه یه فاشیست صدر منفجر کنه من شخصا به شما شلیک میکنم، یه گلوله هم تو سر خودم خالی میکنم. دستور فرمانده روشنه، حتی از جون خودتون بگذارید، اما ایستگاه برقابی دنیپر نباید منفجر بشه. الکساندر سرگوویچ، چرا منو با قدرت شوروی تحریک میکنی؟ من موقعیت رو درک میکنم، بهتون گفتم انجامش میدم. خیالتون راحت باشه. هر چی تو توانت انجام بده. ساباتی خوبن از دست رفته. من برات بهترین افراد از جبهه در آوردم. پیش آهنگا، خط شکنا و تکتیر اندازا، خود رودیانوف رو برات آوردم. ضمناً من از کاندیداتوری شما در برابر مراجع دفاع کردم. دارم ازت خواهش میکنم، فقط منو ناامید نکن. من دیگه میرم جنرال، با اجازتون. شما میدونی ما رو چرا فرستادن، اما به من نمیگی. اگه تو هم مهمترین عضو یک تکتیر اندازا به کار ببندی میفرم. چشما؟ منظورم تو سرته. چشما. عمو گوش کن، من همیشه با تو مثل پدرم رفتار میکنم، اما تو فقط منو مسخره میکنی. حتی ندیدی برات تفنگ آوردم. خب مشکلش چیه؟ نمیدونم، انگار مگسکش گیر میکنه. برشتم دست با چه لفتی احمد. آی. سلام دوستان. سلام. خون سردیتون رو حفظ کنه، این سر جاهاتون بشه. ماشه گیر کرده. خب آروم باشین. خب صدایی که شنیدین یه شلیک تصادفی بود. من کاپیتان ساباتینم. رفیق کاپیتان، مدارکتون رو نشون بدین. شما اونو میشناسین؟ نه، اما شلیک تقصیر من بود. خواهش میکنم بفرمایید. چیزی شده؟ با صدای بلند بخونه. کاپیتان ساباتین ویکتور واسیلیوویچ، فرمانده جدید قرارگاه پشتیبانیه. خب لطفاً باهاش همکاری کنید. امضا فرمانده ارتش مالینوفسکی. چی؟ ببخشید رفیق کاپیتان، دستور موافق بود. نام خانوادگی؟ سرجوخ مزرین. همینطور سرجوخ مزرین. تو 15 ثانیه ظاهر شدی، در حالی که فکر میکردم 20 ثانیه طول بکشه. موافقت کیه؟ صدفان شیشارین. به موافقت بگو تمام مدارکی که برای ترفیع درجات لازمه رو آماده کنه و بذاره روی میز دفترم. اطاعت قربان. اطاعت. اطاعت. راستش دنبال کاترینا رودیونوف هستم، گفتن اینجا سراغشو بگیرم. ازش خبر داری؟
از مأموریت بر نگشته. چیو بو میکشین؟ باروته یا چیز دیگه؟ عدس رد موسکو. اون همیشه این عدس رو به خودش میزنه، خیلی خوشش میاد. شانس منو ببین، یه زن دیوونه دیگه. به محض برگشتنش بگیم بیاد دفتر فرماندهی. اطاعت قربان. یه چیز دیگه، سمتت اینجا چیه؟ شبیه اصل سازه حرفه‌ای هستی. ببینم تو نمونه کار همراه داری؟ اینجا اون یه دونه، نه یه 100 جعبه، یا بهتر بگم 300 جعبه لازم دارم. اطاعت میشه قربان. فرمانده دنبال کاتیا هست. بیا، تو نگرانش بودی و فرمانده رسید، حالا اون واسه توضیح میده که چرا ما اینجاییم و هزار تا چرای دیگه. فقط یه جنرال. این یه پاکسازی طبیعی، در مقایسه با جای قبل اینجا راحت تر میشه زندگی کرد. میترسم که دیگه بارمش زندگی نکنیم. مطمئنم برای یه موزه کاملا جدی ما رو آوردن اینجا. هیچ کس هم تو اردوگاه واقعیت رو با ما نمیگه. آره این سوال منم هست، منم این موضوع نمیفهمم. چرا ما به این جعبه های مین نیاز داریم؟ ما پیش آهنگیم، نه خط شکن. بیا کمک کن. شاید اشتباهی ما رو آوردن اینجا. لاشکا. فقط یه لحظه، الان برمیگردم. خانم جوان. بله. خانم جوان، میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ شما هم تازه وارد. لطفاً زودتر بگو. خیلی کار دارم. سرم شلوغه. غیر منطقیه، اما شاید من بتونم بهتون کمک کنم. آخه چطوری؟ میری فرماندهی؟ آره. میتونم همراهت بیام؟ بریم. خیلی خوب، بریم. دخترا نمیدونین خیلی کاپیتان خوشتیپی بود و مهمتر از همه جدی. یعنی کی میتونه باشه؟ بفرمایید. به من اجازه بدین خودم رو معرفی کنم. نیکولای تلیتنیک هستم، از بخش اطلاعات. سلام دخترا. به نظر میرسه ماموریتمون با همه، یعنی ما باید با هم کار کنیم. اومدم دیدنتون تا ببینم کاترینا کدوم یکی از شماست. اما اون اینجا نیست، اون رفته ماموریت. و اسم شما؟ لوسیا. لودمیلا. خوشبخته. خوشبخته. منم ویکتوریا. خیلی خوشبختم. منم تاتیانا هستم. خیلی خوشبختم خانم. خب من دست خالی نیومدم دیدنتون، شکلات آوردم. او متشکرم. شما واقعا جنتلمنین، بفرمایین بشینین. خیلی ممنون. دوست داریم بورش بخوری؟ بورش؟ آره. با کمال میل. میدونین دخترها، من از وقتی که اومدم جنگ بورش نخوردم. کاتیا اولین روز ورودمون رفت ماموریت شناسایی و خب تا الانم بر نگشته. البته بار اولش نیست، زود بر میگرده. همه چیز درست میشه، درست میشه. نگاش کن، هنوز گرمه. خب تا وقتی گرمه بخورین. خیلی وقت بود همچین بورش خوشمزه ای نخورده بودم. قسم میخورم واقعا طعمش بی نظیره. ممنون. خودت اینو پختی؟ خب در واقع آره، دستپخت لوسی حرف نداره. خوش به حال همسر آیندهش. همینطوره. نیکولاس، شما خبر دارید چرا ما رو آوردن اینجا؟ دلیلشو میدونید؟ نه، چیزی نگفتن. اگرچه من اینو به شما میگم، در مورد جادوگر جنگل و به طور کلی در مورد تیم شما، نه تنها در بین آلمانیا صحبتایی گفته شده، بلکه تو گروه خودمون هم یه سری شایعاتی هست. خب مثلا چه شایعاتی؟ آره، خب آلمانیا یه حرکت جدی رو شروع کردن و ما متوجه اون شدیم. خب در هر صورت موفقیت با ما هست. پس نگران نباشین.
الانم یه ساعت وقت اضافه داشتم، اومدم با شما آشنا بشم. یه ساعت؟ مکان اسکانتون کجاست؟ توی گودال کنار درخت توت سیاه. به خاطر من از سنگرا عبور کردی؟ از اردوگاهتون تا اینجا 5 دقیقه فاصله است. خودم بهتون راهو نشون میدم. لوسی، یادت نرفته که تمرین داریم؟ 5 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. متشکرم. خیلی خوب لوسی، پس ممنون میشم همراهیم کنی. خب از پذیراییتون ممنونم، واقعا غذات خوشمزه بود، بدون اغراق میگم. خوشحال شدیم که دیدیم. ما یه کو شکلات غنیمتی داریم. سری بعد که اومدم سعی میکنم براتون بیارم، شما هم سعی کنی حتما به ما سر بزنیم. خیلی خوب لوسی، بریم. متشکرم خانما، خدا به همراهتون. چرا گفتی لوسی غذا رو درست کرده؟ مگه ندیدی چطور با چشم همدیگر رو میخوردن؟ منم خواستم یه حالی به لوسی بدم. پس همینه، باید برای تمرین آماده بشیم وگرنه کاتیا میاد گردنمونه میزنه. اونم چه زدن، حتی منم نمیتونم این کار رو انجام بدم. وای کارش حرف نداشت. کاتیا نگاه کن چه بلایی سرش آورده. ببینم کاترین، تو هم میتونی بزنی؟ نمیدونم، امتحان میکنم. بنابراین فرمانده های تکتیرانداز و فرمانده های شناسایی ساعت 22 باید بیان. اطاعت قربان. سب کن. بویه چیه؟ ببینم. تو هم فهمیدی؟ سب کن. اسمت چی بود؟ کاترین؟ بله. ماسکای سرخ آره؟ خب که چی؟ میدونی چی میشه اگه دسته آلمانا بهت برسه؟ وقتی روسا مثل سکتو رو بوم میکشن گیر آلمانا بیفتی، اون وقت چی کار میکنی؟ توفنگو میندازم و این کارو میکنم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس میدیا انترتینمنت. آره واقعا بد نبود. پس ساعت 10 شب بیا دفتر من، اونجا اطلاعاتو بهت میدم، فهمیدی؟ بله رفیق سابا. ساباتین، از این به بعد من فرماندهتم. مرخصی. اطاعت میشه. خوش، مراقب باش. لباسه پلوخوری من مرده و زنده. لعنت بهت پیره مرد، واقعا منو ترسوندی. بیشتر مراقب باش، اگر نه تصادف یکی رو له میکنی. کت و شلواری که پوشیدی قشنگه. بله دارم برای دختره کاردستی آمده، برای جادوگره جنگل. درسته. خب این رو ولش کن، برای ما هم کاردستی درست میکنی؟ مگه خودت دست نداری ها؟ من بهتون یاد میدم درست کردنش با خودتون. به افرادتونم بگی دشمن تا زیر دماغشون اومده. متشکرم. خواهش میکنم. بهشون میگم مراقب خودت باش پیر مرد پراشیه. میگم تکتیر انداز و ردیابی کردی؟ نه هنوز، بیا دوباره پیگیریش کنیم. واسه همین اینجا این بفرما. دست گل برای من؟ اخ گانتر. بیا مثل برده ها توی حموم روزی منو شلاق بزن الیکس. آه.
بیا دیگه الکس. منو محکمتر بزن الکس. آفرین. یادت میاد که توی اسپتلوگورسک چی کار میکردیم الکس؟ یادته؟ خب پس تام سبلوگورسک رو فراموش نکردیم. تو هم هیچ وقت اسم این شهر لعنتی رو درست نگفتی. راستی اسم اون دختره که باهاش تو رابطه بودی چی بود؟ کاتیا، تو هم دوستش داشتی؟ وای الکس، من اینجا رو خیلی دوست دارم. مثل برمنه. برمن یه شهره، اما اینجا بیشتر شبیه یه روستاست. من راجع به معماری و وسعت شهری صحبت نمی کنم رفیق. مردم اینجا خیلی مهمون نوازه. باور کن خیلی مردم خوبی داره. مهمون نواز. اونطوری که فکر میکردیم مهمون نواز نیستم. احتمالا نمالی شهر دیگه باشن. اگه اشتباه نکنم حسابی ترسیده بودینا. ما نمیترسیدیم، ما جنگجو نیستیم، ما خیلی صلح طلبیم. ما مهندسیم. پس شما مثل ما نیستیم. تمام شهر میگن که متخصصان آلمانی به کارخونه رسیدن. فقط یه راز بزرگه. ما تقریبا از کارخونه خارج شدیم، اما اینم یه راز بزرگه. من گونترم، اینم الکساندره. کاتیا. کاتری. برخلاف تو اون برای من یه دختر معمولی بود، فقط برای دو روز خوش گذرونی. حتی صورتش هم یادم نیست. به نظرت من یادش میاد؟ آره فکر کنم هرچه 6 سال گذشته. تو چی یادت هست؟ خب منم نمیدونم. ببینم اینو که اینجا چیه؟ آب بند. آب بند؟ آخه این چه جور آب بندیه؟ صد رفیق کاپیتان. درسته، آفرین کاتیا، درست فهمیدی. فوق‌العاده‌ای، تو چشم تیزبینی داری. بنابراین به عنوان تک تیرانداز باید چشمای من باشی و حواستو جمع کنی. آفرین. خب ببینم شما نظری دارین که آلمانا موقع عقب نشینی بخوان صد و منفجر کنن یا نه؟ نه، همه چیز واضح و روشن رفیق. اما وظیفه ما جلوگیری از وقوع انفجاره. شما با شناسایی درست باید مراقب صد باشین. در ضمن فردا مربیا میان و به شما آموزش صخره نوردی و کوه نوردی میدن، چون شماها باید مثل سوسک یا مارمولک از در و دیوار بالا برین. فهمیدین؟ حالا فهمیدم که چرا به جوای پر از مین نیاز داریم. برای آموزش لازمه. چرا اخم کردی؟ انگار رو پیشونیت شیار انداختم. میدونم سخته، اما منم مطالعه دارم. راجع به مهندسی همه جور کتاب خوندم تا فهمیدم چطور باید به این موضوع رسیدگی کرد. میفهمین چی میگم؟ باید شما هم تحقیق کنید. پیش آهنگا از گروه من محافظت میکنن؟ آره، بگو ببینم بچه‌ها کی از صد بالا میرن. وقتی به اینجا اومدم وظیفه‌ام نابود کردن ژنرال فوناب بود. من حتی امروز دیدمش. با؟ انعکاسش رو تو پنجره دیدم. حیف کاتیا، حیف شد. چون اون فقط یه ژنرال نیست. فوناب یکی از مهمترین مهندسای نظامیشونه. تحصیلات آکادمیک داره یا نه رو نمیدونم، اما من دارم کتابش رو میخونم. که حتی راجب صدم نیست، مطمئنن اون به راحتی چوبلای چرخ ما میذاره. پس اگر بتونی اونو نابود کنی خیلی به همون لطف کرد. کشتن اون در واقع مهمترین هدف ماست. اگه بتونی این کارو بکنی ما نصف جنگو بردیم. آقایون، بر کسی پوشیده نیست که روس‌ها در حال تدارک یه حمله هستن. اینجاست که نیروهای اصلی برای تصرف ایستگاه برقابی دنیپر مستقر خواهند شد. اما ما حق خروج از نیروگاهو نداریم. دشمن هنگام عقب نشینی دقیقاً همین فکر رو می‌کرد. اینطور نیست سرهنگ؟ همینطوره جنرال. اما نکته منفی اینجاست. روس‌ها عقب نشینی می‌کردن. با عجله صد و منفجر کردیم که باعث شد 20,000 سرباز و غیر نظامی خودمون و چند هزار سرباز اصلیمون هم کشته بشن. اما انفجار کار خودمون بود. باید با برنامه‌ریزی بهتر در جریان
انفجار نیروگاه به اونا ضرر بیشتری تحمیل کنیم. میزان موفقیت آمیز بودن این ماجرا به شما بستگی داره سرهنگ گوتر و همچنین شما صدفان ارشد اشمیت. حادثه امروز منو نگران کرده. افسر ما کشته شده درست توی پادگان، مثل یه سیبل تیراندازی. نظر شما چیه؟ ظاهرا کار روساست. از یکی از نقاطی که هنوز پوشش درستی نداره سوء استفاده کردن. عجله کنین، همه چیزو مرتب کنین. من واقعا روی شما حساب باز کردم صدفان ارشد اشمیت. شنیدم توی اروپا و آفریقا عالی عمل کردین و همچنین توی قفقاز. نظر لطف شماست. امشب میریم عملیات شناسایی و فکر کنم فردا اولین شکارمون رو گزارش بدیم. خوبه آقایون، بازم تکرار میکنم کلید موفقیت ما به محرمانه بودن این عملیات بستگی داره. همه آزادین. اونا احتمالا اونقدر مواد منفجره میخوان که فقط جمع‌آوریش ماه طول میکشه. منم برای این نیازی به جمع‌آوری اونا نیست ویل. من این چیزیه که من میخوام راجبش صحبت کنم. ما باید دو نقطه کلیدی رو پیدا کنیم که آلمانیا احتمالاً مواد منفجره کار میذارن و اینا نکات ریزیه که به ما امکان اینو میده سیستم اونا رو غیر فعال کنیم. فهمیدی؟ پس خیلی خوب میشه از آلمانیا بخوایم که برای معدن یه طرحی بهمون بدن که البته مطمئنم شما خیلی باهوشتر از این چیزا هستین. یافته های خودمو برای مهندسین ارسال کردم و اونا تاییدش کردن، اما از اونجایی که زیاد به هوششون اعتماد ندارم خودم اومدم اینجا تا از نزدیک با مشکلات رو در رو بشم. طبق نظر اونا نقطه اول و دوم کاملا مشخصه، اینجا و اینجاست. میبینین؟ خب دقیقا اینجا و اینجا. دیدین؟ ظاهرا حق با مهندسا بوده. البته آلمانیا احمق نیستن، بنابراین اونا با تکتیر اندازاشون از افرادشون حمایت میکنن. یکیشون معروفه به گونتر اشمیت و اون یکی هم الکس فون ووز. اسمشونو شنیدی؟ کاتیا، میگم تا حالا اسمشونو شنیدی؟ نشنیدم رفیق کاپیتان. خب باید اونا رو نابود کنی. میتونی از پسشون بر بیای؟ من میتونم از پسش بر بیام. خب برسه، زود باید بریم سر قرار. تو باید مقاومت ناپذیر باشی عشقم. ببینم باز داری با اسلحت صحبت میکنی؟ خب طبیعیه، من بیشتر از این که با شما باشم با این اسلحه وقت میگذرونم. شیر تازه خریدم از اهالی. از اهالی شیر خریدی؟ تو واقعا دیوونه. اگه مسموم باشه چی؟ به سر داری میری مأموریت، حالت بد میشه. ها بهتر حواست به کار خودت باشه. فکر کن تو اون وضعیت یهو روسا سر تسلیمم. جادوگر جنگل میشناسی؟ سرهنگ پروندهشو نشون داد، یه تیکه کاغذ با اعداد. اون حدود 250 نفر سرباز داره. من شنیدم تیرش خطا نمیره. ما باید حواسمون باشه که یه وقت غافلگیر نشیم الکس. من تا حالا حدود 200 دوله بردم پسر. یعنی میتونی بزنیش؟ همه کسایی که میتونستن از قبل اونجا هست. خیلی خوب، به زودی با همشون ملاقات میکنیم. حالا بیا شرط ببندیم که کسی که اونو بکشه سه تا آرزو میکنه و اون یکی باید براش برآورده کنه. اونی که آرزو میکنه مطمئنم من. تو از همین الانم هم ترسیدی اصلا. اما این یه قرار بین دو دوست. خیلی خوب، خیلی خوب. حیف که این شخصی از جادوگر جنگل نداریم. شاید زیبا باشه، شاید شبیه یه دوست تو لباس دشمن. هر طوری که باشه من دلم میخواد تو یه لحظه باش چشم تو چشم بشم و خب دیگه مشکلش نمیشه، مطمئنن دیگه مسمومون نمی کنه. بچه ها رو جمع کن دیگه، باید بریم، وقتشه، بریم زود باش. همینجا وایسیم. ولف آرنی، برای مسیرتون تصمیم گرفتین؟ بله گرفتیم. گزارش بده. من اینجا میمونم، آرنیم اینجا. آنتر، من بیرم اطراف برای شناسایی. باشه، اما وارد منطقه شکار نشو، چون به زودی میریم دنبال شکار. درجا بزنید. همه چی مرتبه؟ بریم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس میدیا انترتینمنت.
بچه که بودم یه فرماندار اهل روسیه بود به اسم آناستازیا. اون زبان روسی رو بهمون یاد داد. منم وقتی اعزام شدیم اینجا روسی رو از الکس یاد گرفتم. البته باید به عرضتون برسونم که ایشون فرانسوی هم خوب حرف میزنه. با تشکر از تو. توضیحت کامله. بدون کمک تو سگا حتما ما رو میخوردن. آره، مثل اینکه سگای اینجا اصلا از ما خوششون نمیاد. خب نه، اونو به هر حال فراهم کردن. سگا اصلا عطرمو دوست ندارن. چی عطرتو دوست ندارن؟ چون عطر منه. اونا بوشو از دور میفهمن. یعنی اینقدر عطر افتضاحیه؟ چرا خیلی؟ به هر حال این عطر مورد علاقه ملکه است. همسر آخرین تزار ما نیکولاس. اونو از روی دسته گل مورد علاقه امپراتور برداشتن، بابون گفت. مثل اینکه بابات خیلی خوب امپراتور رو میشناخته. خب معلومه. البته اون یه مهندس، شاید بشناسیدشون، تو کارخونه با شما کار میکنه. رودیونوف سرگی سرگیچ. میشناسمش. دوست پدرم ریچارد فون فوس. اون مهندسای ما رو آموزش میده. بله، عمو ریچارد. استاد ارشد، مهمان ما بودن. خیلی آدم جالبیه.